چیزی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبه ادام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز هفته فروردین 1403 و در اولین برنامه از مجموعه برنامه های نبه ادام در سال جدید سال 1403 در خدمت شما هستیم. از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام و تلویزیون کانال جدید ضمن تبریک سال نو آرزوی سالی خوب برای همه مردم عزیز ایران و سرنگونی رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی و تحقق آزادی، رفاه و شادی برای مردم ایران رو داریم. با وجود مرور گزارش‌های ناگوار که ناگزیر همواره در این برنامه به اونها پرداخته میشه، خبر خوب ارائه گزارش هیئت حقیقتیاب حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تایید جنایات رژیم جمهوری اسلامی در واپسین روزهای اسفند 1402 عاملی شد برای امید به تحقق عدالت و امید به رسیدن روزهایی که بتونیم شاهد مجازات عاملین جنایات 45 ساله در جمهوری اسلامی ایران باشیم. در سال گذشته سال 1402 شاهد دستاوردهای بین‌المللی حقوق بشری برای ایران بودیم. اعلان ارتکاب به جنایت علیه بشریت توسط هیئت حقیقتیاب سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای و تایید و گزارش مشابه توسط جاوید رحمان در مورد نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران، تحریم ده‌ها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته سال 1402 توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا و اخراج برخی از مقامات سابق جمهوری اسلامی از جمله مجید ایران منش و سید سلمان سامانی از کشور کانادا، تایید مجدد رأی دادگاه عالی استیناف سوئد مبنی بر حکم حبس ابد برای حمید نوری دادیار سابق و از متهمین جنایات و اعدام‌های دهه 60 و تابستان 67 در پی فرجام خواهی این مجرم، تعلق جایزه صلح نوبل سال 2023 در سال 1402 به نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین. همچنین سال گذشته شاهد گسترش همبستگی مردم ایران در داخل و خارج برای پیشبرد جنبش دادخواهی، جنبش علیه اعدام‌ها و کارزارهای گسترده علیه اعدام‌ها و در نهایت جنبش زن زندگی آزادی بودیم. در این برنامه نیز دعوت کردیم از شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی، و ایشون از جمله شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته در ژنو بودند و امروز در خصوص این نشست و دستاوردهای اون با ایشون گفتگو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی اینجا همراه با ما هستند. با سلام به شما شیوا محبوبی، به این برنامه خوش آمدید. سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنون. شما اخیراً در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت داشتین و در زمان کوتاهی هم که به شما اختصاص داده شده بود صحبت‌های جامعی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادین. می‌خواستم اگر بشه لطف بفرمایید و بگید که در این نشست چه گذشت، چه مطالب مهمی ارائه داده شد و در واقع از مضمون سخنرانی خودتون هم برای ما بگید. بله، خب طبعا این نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که در رابطه با ایران و کشورهای مختلف موضوعات مختلف هستند، اما مشخصا اون روز 18 همه
ماه مارس روز به نظر من خیلی تاریخی بود، چون اولین بار بود که کمیته حقیقتیاب که یک سال پیش توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شده بود گزارش خودش رو، نتیجه تحقیقاتش رو ارائه داد. در این حال در همون روز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جاوید رحمان مثل بارهای دیگر، نشستهای دیگر، ایشون هم گزارششون رو ارائه داد. خب در اونجا نمایندگان تمام دولت‌ها از جمله رژیم اسلامی هستند و همینطور سازمان‌های غیر دولتی و فعالین در اونجا حضور دارند، که در اونجا هم من هم شرکت کردم و یک سخنرانی داشتم که بعد از اینکه گزارش کمیته حقیقت‌یاب ارائه داده شد، و در اونجا اشاره کردم اولا به موقعیت زنان، به اینکه به خاطر جنسیتشون مورد اذیت و آزار و تعقیب قرار میگیرن، اشاره کردم به آرمیتا گراوند که حتی به خاطر نداشتن حجاب به قتل رسیده، و اینکه چجوری این یه مسئله سیستماتیک هستش که در ایران تحت رژیم اسلامی داره پیاده میشه، و بخش شاید بگم بزرگترش به مسئله زندانیان سیاسی و اینکه چطور هزاران هزار نفر به خاطر شعار زن زندگی آزادی و اعتراضات در زندان هستن شکنجه شدن. به مسئله شکنجه دارویی اشاره کردم که فکر کنم ما اول تنها کسانی بودیم که اشاره کردیم که زندانیان رو برای شکنجه بیشتر و اعتراف اجباری بهشون داروهای رماندگردان به زور تزریق میکنن و یا به بیمارستان روانی میفرستنشون، و همینطور به اینکه تعدادی که در زیر شکنجه به قتل رسیدن و هیچ گونه تحقیقی نشده و حتی خونواده ها هیچ گونه در واقع نمیدونن بچه هاشون چه بلایی سرشون اومده و مرتبا تحت تهدید قرار گرفتن. و بخش سومش به این اختصاص داشت که ما میخواهیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که در واقع مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه تمدید بشه، و انتظار این هستش که شورای حقوق بشر سازمان ملل از مردم ایران حمایت بکنه و کمک کنه مردم به حقیقت و عدالت برسن، که در این مدت سعی کردم واقعا اونجا خب در حضور خود رژیم صدای زندانیان سیاسی رو برسونیم. اینجا مهم اشاره کنم که تعدادی از شرکت کنندگان، شاید فکر میکنم حدود 7 یا 8 نفر، از کسانی بودن که آسیب دیدگان چشمی بودن در طول انقلاب زن زندگی آزادی و یا زخمی شده بودن که در اون نشست حضور داشتن، و این به نظر من خیلی مهم بود، سند بزرگی بود در تایید گزارش کمیته حقیقت‌یاب. بله، البته سوال دوم من بخشش برمیگرده به توضیحاتی که شما الان دادید در ابتدا، ولی خب میخوام کمی بیشتر این رو بس بدین. با وجود اینکه کمیته حقیقت‌یاب تونسته این معذرت میخوام اینطوری بگم که با وجود همه ممانعت‌هایی که رژیم اسلامی ایران طی دهه ها و به ویژه در سالهای اخیر پس از خیزش مردمی ایجاد کرده برای اینکه نذاره که مدارکی از جانب مردم ایران و یا به هر وسیله‌ای به دست سازمان‌های حقوق بشری برسه، در حال حاضر کمیته حقیقت‌یاب تونسته 27,000 مدرک رو در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران جمع‌آوری بکنه. این مدارک به چه شیوه‌هایی جمع‌آوری شده و آیا این میزان چشمگیر از جمع‌آوری مدارک با وجود محدودیت‌های بسیاری که رژیم اسلامی برای کمیته حقیقت‌یاب و تمام کسایی که این مدارک رو جمع‌آوری کردند و ارائه دادند ایجاد کرده، آیا میتونه یک زنگ خطری برای جمهوری اسلامی باشه؟ آیا توجهی داره به این قضیه فکر می‌کنید؟ قطعاً هست. اولا که خب اینها مخصوصا از طریق تشکل‌های مختلف از جمله خود ما که در ارتباط بودیم با جانبه در بردگان سرکوب رژیم اسلامی، از طریق تشکل‌های مختلف و کانال‌های خیلی مطمئن این خانواده‌ها و این جانبه به در بردگان به کمیته حقیقت‌یاب بس شدن. تمام اطلاعاتی که در اختیار ما و تشکل‌های دیگه قرار گرفته به صورت گزارش، به صورت سند و همینطور وصف کردن شاهدان، چون باید در نظر داشته باشیم تمام این مدارکی که به دستشون رسیده همش در واقع به معنی راستی آزمایی شده و به همین دلیل خودشو در اون شکل نشون داده. به نظر من بسیار زنگ خطر بزرگیه. یادمون نره که
جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که در واقع نظر این کمیته حقیقتیاب اولا تشکیل بشه و دوما بتونه دسترسی پیدا کنه. خود کمیته حقیقتیاب در ابتدای گزارش که مکتوبش بیشتر از 900 صفحه است گفته که چه محدودیت هایی رژیم گذاشته بوده، از جمله تهدید خونواده ها و قربانیان، از جمله محدود کردن خط اینترنتی و تلفنی و غیره. سعی کردین نشه، ولی در حال حاضر شد. یکی از ترس هاشون رو شما میتونستین اونجا ببینین. ببینین جمهوری اسلامی طبعا با پول مردم تعداد زیادی از سازمان های به اصطلاح غیر دولتی درست شده، مثل نمایش تعدادی رو آورده بود اونجا که سخنرانی کنن، از وضعیت جمهوری اسلامی بگن، از اینکه چقدر وضعیت خوب هستش. در نتیجه همه اینها نشون میداد که جمهوری اسلامی چقدر وحشت داره. الان در حالی که این تحقیق شده، بار دیگر نشون داده شده به دولت‌ها که وجود این کمیته لازم هستش و خیلی به نظر من مهمه. در طول 45 سال اخیر ما هرگز چنین کمیته‌ای نداشتیم و چنین تحقیقی نداشتیم به طور واقعی. بله، شما در بخشی از گفته‌هاتون توضیح دادید که برخی از مدارک رو خود شما جمع‌آوری کردید در کمیته آزادی زندانیان سیاسی و ارائه دادید به این کمیته، کمیته حقیقتیاب. میشه راجع به این بیشتر توضیح بدید؟ آیا مدارک در چه زمینه‌هایی بوده؟ بله. خب ما از همون روزی که کمیته حقیقتیاب تشکیل شد تماس گرفتیم و اعلام همکاری کردیم و اعلام کردیم که ما دسترسی داریم و به شبکه‌های وسیعی و به کسانی که جان به در برده هستن یا خانواده‌هایی که فرزندانشون رو از دست دادن. این مدارک در شکل کیس‌های مشخصی بود، کسانی که جانشون رو از دست داده بودن و خانواده‌ها برای ما فرستاده بودن، از در شکل به اصطلاح معرفی فعالین بود در داخل ایران، در شکل ارسال در واقع شبکه‌هایی بود که جمهوری اسلامی درست کرده بود برای اطلاعات گرفتن و غیره، و مشخصا در دو شکل گزارش، یکی در مورد کودکان، شکنجه کودکان، دستگیری کودکان که در شکل گزارش بود، و یکی هم در شکل گزارشی تحقیقی در رابطه با شکنجه دارویی، و مرتبا هم در این حال طبعا در رابطه با حجاب، در رابطه با مسائل مختلف ما پیشنهادات مونو برای این کمیته فرستادیم و ارسال خواهیم کرد. بله، اخیراً محققان مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی، فکر می‌کنم در کالیفرنیا باشه، برای اولین بار تایید کردند که حدود 120 معترض در ایران با شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای و پینتبال و حتی گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیناییشون رو از دست دادن و گفته شده که اکثر قربانیان از بین دانش آموزان و افراد پایین 30 سال بوده. سوال من از شما اینه، با توجه به چنین گزارشاتی که همگی مستدل هستن و از منابع بسیار قابل از منابع بسیار معتبر داده میشن و گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با عنوانی که ارائه دادن تحت عنوان جنایت علیه بشریت، همچنین گزارش جاوید رحمان که گزارش مشابهی بوده از نقض وسیع حقوق بشر در ایران، آیا با وجود تمام این گزارش ها این نشست و مجموعه اینها با اتهام سنگین جنایت علیه بشریت چه تبعاتی رو میتونه برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشه احیانا؟ خب تمام این تحقیقات، هر بخشی از تحقیقات صورت گرفته، طبعا این اضافه کرده به اون اسنادی که جمهوری اسلامی جنایت آفریده. در خود گزارش کمیته حقیقتیاب به این مسئله تیراندازی اشاره شده، حتی از نوع گلوله هایی که استفاده شده، و در مورد دانش آموزان، در مورد کسانی که به اصطلاح چشمانشون رو از دست دادن، چگونه بهشون تیراندازی شده، در چه شرایطی بوده، مثال آوردن، و حتی طبعا اون تعدادی هم که در نشست حضور داشتن که چشمانشون رو از دست داده بودن، اینها هم توسط کمیته حقیقتیاب طبعا مصاحبه شده بودن. و تمام اینها وقتی که شما نگاه میکنین، یه نکته
مهم این گزارش اینه که تمام این سرکوب ها اگر شما اینا رو جمع کنین میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه، که خب این در قاموس بین المللی بسیار مهمه. و این گزارش رو فرض کنین یک سازمان غیر دولتی انجام نداده، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داده که این 3 نفر وکیل هستن، طبعاً کارهای زیادی در این رابطه صورت دادن و خود این حقانیت میده به این گزارش. و اینکه تبعاتش چی هستش، ببینین این گزارش سندی هستش که شما وقتی که عاملین و آمرین این جنایات رو در کشوری پیدا میکنین، این سند رو میتونین استفاده کنین برای اینکه از اون دولتی که به اصطلاح اونجا هستش، مثل همین اتفاقی که برای حمید نوری افتاد، دستگیر بکنه. یکی اون هستش، یکی اینکه کمک میکنه به نظر من تعداد بیشتری از خانواده ها و جان به در بردگان بیشتر شاید بگم خودشون رو داوطلب بکنن که بگن چه بلایی بر سرشون اومده، و از طرف دیگه کمک میکنه در سطح جهانی دولت ها بتونن بایکوت بیشتری، تحریم های بیشتری علیه سران جمهوری اسلامی انجام بدن و دست ما رو بیشتر باز میذاره. فرض کنیم برای گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، چون دونه دونه خط های این گزارش در واقع وقتی نگاه میکنین، من همیشه گفتم جای پای سپاه پاسدارانه. تمام اینا وقتی نگاه میکنین به تبعات از این طرق میشه از این گزارش استفاده کرد و در این حال این ادامه پیدا خواهد کرد. ببینین دولت هایی که رأی دادن به تشکیل کمیته حقیقت یا اون موقع و دفاع کردن از اعتراضات زن زندگی آزادی، الان با یک گزارش مبسوط و مکتوب و تحقیق شده روبرو هستن که بیشتر عزمشون رو جلب میکنه که دوباره در ماه آپریل امیدوارم تمدید بکنن مأموریت این رو. به همین دلیل یعنی هزینه بسیار بالایی داره برای جمهوری اسلامی و دست ما دادخواهان و تشکلها رو باز میذاره که اینها رو تحت تعقیب قرار بدیم. چون من یه نکته هم بگم، یکی از چیزایی که کمیته حقیقتیاب انجام داده و منتشر نکرده شناسایی آمرین و عاملینه، اسم، کی هستن، کجا بودن، اینها رو دارن که امیدوارم بتونن در اختیار تعدادی بذارن که از اون طریق بشه دادخواهی کرد. بسیار عالی. گزارش کمیته حقیقتیاب مربوط به 1.5 سال گذشته است در مورد خیزش، و گزارش جاوید رحمان هم با توجه به زمان مأموریتشون مربوط به 4-5 سال گذشته می باشه هستش. آیا این گزارش ها یک مجموعه کامل از تمام جنایاتی که رژیم اسلامی طی 45 سال حاکمیتش در ایران مرتکب شده، و با توجه به خواست کمیته حقیقتیاب که گفتید برای پیگیری مجدد تحقیقاتش در این زمینه در واقع فعالیت داره میکنه، اهمیت دادن این تحقیقات در چه هستش؟ بله، خب طبعا نمیتونه در برگیرنده تمام جنایت های رژیم باشه، چون واقعا در طول این 45 سال اینقدر جنایت به اشکال مختلف در بخش های مختلف ایران صورت گرفته، من فکر میکنم باید سالها طول بکشه تا تمام اینا مستند بشه. طبعا نمیتونه، ولی خیلی مهمه. اولا در رابطه با کمیته حقیقت یا وقتی شما نگاه میکنین، همین که سیستماتیک بودن این قضیه رو، این سرکوب رو نشون میده، این خودش خیلی مهمه. بعد وقتی به گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برمیگردین که همون روز ارائه داد قبل از گزارش کمیته حقیقتیاب، در اونجا اشاره کرده به بخش‌های دیگر، سال‌های دیگر، حتی اشاره کرد که دارن تحقیقی می‌کنن در رابطه با جنایت رژیم در سال 60 در واقع، و به مسئله آپارتاید جنسی اشاره کرد. در حتی گزارش کمیته حقیقتیاب گفته شده که قتل ژینا مهسا امینی یک اتفاق نیست، در واقع این بستگی داره به قانون سیستماتیکی که وجود داره علیه زنان. خب وقتی سیستماتیک بودن رو میتونیم بگین، حتی اگه امکان این نباشه که تحقیقات بیشتر صورت میگیره، همین خودش نشون میده در این 45 ساله در واقع جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده به صورت سیستماتیک بوده. بله، بازتاب این گزارش رو، گزارش هیئت حقیقتیاب رو در سطح بین المللی چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیار مهمه. ببینین برای اولین بار باید اینجوری بهش فکر کنیم، در طول 45 سال جنایت جمهوری اسلامی، برای اولین بار یک بالاترین مقام جهانی از لحاظ حقوق بشر اومده
و یک گزارش تهیه کرده. درست کمیته حقیقت‌یاب کمیته مستقله، در واقع وابسته نیست و کار خودش انجام میده. این سه نفر جزو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیستن، بلکه وکلایی هستن که سابقه مهمی دارن و انتخاب شدن برای این. اما وقتی که برای اولین بار این صورت میگیره، یک، این سند رو به دست دولت ها میده که بتونن در واقع اقدامات بیشتری علیه رژیم بکنن، و یه حقانیت شاید بگم خیلی مکتوب و تاریخی به اعتراضات زن زندگی آزادی، به واقعا زجرهایی که زندانیان کشیدن و میکشن میده. و به نظر من الان خب باستاب داشته، ولی به نظر من باستاب این از این فراتر خواهد رود. مهم اینه ما با این گزارش چیکار میکنیم و چجوری میتونیم این رو به پیش ببریم. بسیار خوب، و به هر حال این یک خبر بسیار خوب بود برای شروع سال 1403 برای مردم ایران. از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین، در این برنامه شرکت کردین و خیلی به شما خسته نباشید میگم بابت زحماتی که کشیدید و صدای همه ما بودید، صدای مردم ایران بودید در نشست شورای نشست حقوق بشر سازمان ملل. با تشکر از شما، شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته نه به اعدام رسیدیم. برنامه رو با یک موزیک ویدیوی اعتراضی از میلاد آزادپور با نام سلول انفرادی به پایان میرسونیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. سپاس از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید و تا برنامه آینده، روز و روزگارتون خوش. سیده مقلبم ناتر
دیدن روی خلقم یه بنده به چه چشمم سفیده اگه شوفوی زن یه کسی قدم بزن سبا جاش تو زندونه روی خلکیه With a woman tomorrow he'll be in jail with a chain around his neck, sentenced to death.